کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن، اثر رابرت الکس جانسون، فایل 56، صفحه 189. بازگشت به خانه و شناخت آن برای اولین بار. کاستور و پالوکس در راه بازگشت از سفرشان برای کمک به جیسون، به خاطر اینکه پشم طلایی را به دست بیاورد، در دریای طوفانی سوار بر کشتی می آمدند. آنگاه گردبادی مهیب و مرگبار کشتی را در هم شکست. همه مسافران کشتی تصور کردند که دریای تیره و تار گورشان شود، در حالی که همه دعا می کردند. اورفئوس آخرین چنگش را نواخت. آنگاه که طوفان ناگهان فرو نشست، میگویند ستارگان بر بالای سر کاستور و پالوکس طوری پدیدار شدند که گویی آنها قربانی پوزیدون خدای دریا گشتند تا دیگر مسافران نجات یابند. پس از این معجزه، کاستور و پالوکس فرشته نگهبان مسافران دریا محسوب شدند. خدایان آنها را متبرک کردند و شاید این پیش درآمد ارتقای آنها به مقام خدای آسمان شب شد. دریانوردان عهد باستان هرگاه نور درخشان و سوسوزنی را می دیدند که در شرایط جوی خاصی به شکل آتش روی دکل کشتی ظاهر می شود، این پدیده به نام آتش سنت المونیز معروف است، به کاستور و پالوکس متوسل می شدند. ظهور این نور اسرارآمیز در طول طوفان نشانه خوشیوم تلقی می شود، زیرا معمولاً در مراحل نهایی طوفان و موقعی که امواج خروشان و سرکش می خواهند فروکش کنند پدیدار می شود. ظهور این آتش حاکی از آن است که روح کاستور و پالوکس حضور دارد و از جان مسافران محافظت می کند. کاستور و پالوکس دو جوانی قهرمان بودند. آنها در سالهای بعد از ترکیب هر دو شخصیتشان طبیعت خداگونه خلق کردند. مجسمه ها و معابد بسیاری برای ادای احترام به دوقلوهای جوزا برپا شد و تصویر آنها جلوی کشتی ها حکاکی شد. به راستی هم پولس رسول سوار بر چنان کشتی از جزیره ملیتا به روم سفر کرد. در آیه 11 باب 28 اعمال می خوانیم: و پس از فصل سرما سوار بر یکی از کشتی های اسکندریه که زمستان را در جزیره مانده بود و نشانش تصویر کاستور و پالوکس بود عزیمت کردیم. تصاویر معروف دو قلوها روی سنگ های مرز روم و بابل نیز حک شد و در نقشه های آسمان نیز ترسیم شد. در زمانی اخیرتر در بخش حساسی از سفر ما به فضا بار دیگر از آنها در تاریخ تجلیل شد. پروژه جومینی یا جوزا دو نفر را سوار بر سفینه فضایی به مدار زمین فرستاد. فضانوردان آمریکایی مثل مسافران کشتی قدیمی آرگو به طلب تجربه و آگاهی بیشتر از جایگاه ما در کیهان برخاستند و یاد دو قلوهای جوزا را گرامی داشتند. تعیین دوباره مرکز جهان هستی. ما هم می توانیم بینش الهی را در حیات زمینی من ادغام کنیم، اما انجام این کار به تعیین دوباره مرکز یا به عبارتی به تمرکز دیگر نیاز دارد. کمی بیش از 500 سال پیش نیکولاس کپرنیک، ستاره شناس ایتالیایی، این باور را که زمین مرکز جهان هستی است به چالش طلبید. او و گالیلئو گالیله، دانشمند ایتالیایی که قانون اصلی سقوط اجسام را فرموله کرد، بر کیهانشناسی جدیدی سحه گذاشتند. گالیله تلسکوپی ساخت که با آن گودی‌های ماه را مطالعه می‌کرد و با بررسی دقیق‌تر توانست به ایده کپرنیک کمک کند. به لحاظ روانشناسانه، امروز اظهار این که من مرکز واقعیت فرد نیست کفر محسوب می‌شود.
جامعه امروزی به حد مسخری برای حفظ این توهم تلاش می کند، اما در سالهای پختگی ما این حکم کم کم اعتبارش را از دست می دهد. دنیای غرب مفهوم من شخصی را ابداع کرد و ساختار زبان غربی به میزان زیادی خودمحورانه است. برخی از ما سنن مذهبی به ارث برده ایم که در سطح دیگری سخن میگویند، اما آنها هم ناکارآمد شدند، زیرا نهادهای مذهبی هم قربانی معمای واقعیت شده و بیشتر روی ساختارها، قواعد و مقررات تمرکز میکنند تا مرکزیت بخشیدن دوباره به زندگی ما حول نقطه‌ای پایدار و کمک به ما برای عبور از تجربه‌های معنوی و الهی. برای شخص امروزی خدا هم یک شخص و اغلب یک پدر است و دعا و نماز در واقع تلاشی است برای کنار آمدن با او. هدف ناگفته علم این است که کاری کند تا کارها آنطور که ما می‌خواهیم پیش برود، این را تغییر دهد، آن را خلق کند یا چیزی را نفی کند. گرایش عمومی آدم‌ها این است که علم و تکنولوژی را بپرستند و از اخلاقیاتی پیروی کنند که تقریباً به طور کامل از این تشکیل شده که به خدا بگوید چه کار بکند، البته به زبان مؤدبانه، اما این چارچوب خیلی محدود است. نهادهای سکولار و مذهبی هر دو به ساختارهای منپرستانه بدل شدند. ما با تکبر تمام سعی می‌کنیم طبیعت و خدا را به سیمای خودمان درآوریم. فقط رقص است. تی اس الیوت در شعر 4 کوارتت نوشته: در نقطه ساکن دنیای گردان، نه تن نه بی تن، نه از ما نه به سوی ما، در نقطه ساکن هست حرکت، اما نه قرار نه حرکت، ما آن را ثبات نیز نخوان. آنجا که گذشته و آینده به هم میپیوندند، نه حرکت از ما نه به سوی ما، نه بالا نه پایین، فقط نقطه، نقطه ساکن، هیچ حرکتی نیست و فقط هست حرکت. الیوت حرکت خلقت را در نظر داشت، حرکتی که فیزیکدانان امروزی در بازی منظم ذرات ریز اتمی می‌یابند. بینش الیوت که در سنین پیریش پخته شد، مبتنی بر ملاقات زمان و فضاست، جایی که فرد باید همه افکار و نظریه‌هایی را که در گذشته داشته رها کند. او خواهان بخشش همه اعمال خوب و نیز بد گذشتهش در زندگی است. این زبان جدیدی است که او در پی آن است، زبان جدیدی که فراتر از تعریف در واژه هاست، فراتر از ازداد است، به زبانی که قرن هاست عارفان، حکیمان و هنرمندان بزرگ شنیدند. در جوامع بدوی این زبان به طور ناخودآگاه در حرکت‌های آنها بیان می‌شد. وقتی ما به گذشته می‌نگریم و داستان زندگیمان را مرور می‌کنیم، خاطراتمان زنده‌تر و بامعناتر می‌شود. اگر مرور زندگی با راستی و صداقت انجام شود، خواهیم دید که چه مقدار از اعمال و دستاوردهای ما که در زمان خود خوب و درست به نظر می آمدند، به طور غیر عمد باعث صدمه نیز شدند. چقدر صدمه و درد به نام خوبی و حقیقت وارد شده است؟ تنها یک پاسخ برای تضادهای این دنیای علت و معلول وجود دارد. آنهایی که آماده اند تا از داد درونشان را متحد کنند، می توانند وارد حرکت کل آفرینش شوند. تصویر خیالی شاعر از حرکت و آمدن به خانه برای اولین بار بسیار قدرتمند است.